که ما تحصیل کردیم سختگیری ها خیلی زیاد بود و کسانی هم که درس میدادن ممکن بود یک کمی قدیمی تر مثلا باشه روششون، ولی آنچنان همه آدم هایی که الان در یه جایگاهی هستن که همون اصل میان است که الان هم درخششون کم نیست در جامعه، اینقدر اینها پخته شدن، با مطالعه شدن، سعی کردن، به قول آقای هانیبال الخاص نقاش عزیز که چندین نقاشیش در منزل من به یادگار مونده، این آدم میگفت این بازیگر و یه آدم های هنرمند باید پوزشون رو در هر سوراخی بچپونن، یه چیزی یاد بگیرن، برن مثلا اگه میخوان موسیقی باشه یه ذره برن از موسیقی بدونن، یه ذره از نقاشی بدونن، یه ذره از معماری بدونن، یه ذره از حالا غیر از رشته خودشون. میگفت اینها باید چیزهایی باشه که اگر نمیرنم توش درجه یک بشن اطلاع داشته باشن، یک بودی بار نیان، مثل مثلا یه پزشک که فقط پزشک باشه، مثل آقای ساعدی که پزشک بودن ولی نمایشنامه نویس بودن. نسل گذشته آدم های منظم و آدم های در واقع بودن که کارشون از یک دیسیپلین استاد شاگردی شروع کرده بودن، اینها بسیار کارهای درخشان تو کارنامه‌شون هست و ما هم به اونا اقتدا می‌کنیم ممکنه، ولی نسل امروز نسلی هستش که زیاد مطالعه نمی‌کنن، سخت دیگه فکر کنم میشینن مثلا بخوان حافظ، فردوسی، مولانا، شکسپیر، نمیدونم نمایشنامه نویس های اروپا، امریکا، ایران رو دوره بکنن. من کمتر میبینم از جهت استعداد به دلیل تبادل فرهنگی و هنری بین همه کشورها آسونتر شده، موبایل اومده، فیلم اومده، خیلی بچه های ماشاءالله با استعدادی هستن، ولی پشتوانه ذهنیشون من فکر کنم یه درصدی هستن که خیلی از جهت مطالعه کمن. ما تقریبا تو تمام الان نگاه میکنیم یک یا دو نفرن که بازیگرای درخشانی هن، در حالی که من نگاه میکنم برمیگردم به پشت میبینم خیلی بازیگرای درخشان زن و مرد قوی داشتیم. این بچه های ما، این نسل امروز فقط میرن دنبال مثلا یهو مثلا سرشون تو این موبایل فقط توی بخش نرم افزار کامپیوتر یا دنبال فیلم های دنبال این نیستن که خودشونو در چیزهای مختلف آبدیده بکنن، مسلح بکنن به دانش یک چیز دیگه، مسلح بکنن چند دانش رو برن آموزش ببینن. به نظر من خیال و خلاقیت کاملا برادرهای جانجانی و جونجونی هستند، چون اگر تو این خیال و این خلاقیت میدان ندی به خیالت، خیال پردازی هات، رویا پردازی هات، نمیتونی خلاقیتتو بروز بدی. یا شاید من این گونه دارم عمل میکنم. هنرمند رو من به کسی میگم که حالا اگر اصطلاح امروزش میگن چند قدم از جامعهش جلوتر باشه و آن چیزی رو که در جوهر خودش هنوز شکل نگرفته است و بدوی است اونو تبدیل به یک آثار دیدنی، خلاقانه و زیبایی شناختی بکنن. هنرمند کسیه که تبلور تمام خیال پردازیهاش، رویا پردازیهاش، والانگریهاش، تعالی بخشیدن به یک حس حالا درونی خودش، نقاشی، معماری، مجسمه سازی، بازیگری، کارگردانی، متن هست، موسیقی هست، تبلور اون در یک چیزهایی که بشه اجراش انسان امروز رو به فکر و در واقع لذت بردن از زیبایی فرو ببره و بتونه مورد توجه
عام قرار بگیره، نه بر هنر برای هنر باشه. یک هنرمند مسئولیتش خیلی شدیده. خود این هنرمند دیگه اگرم بخواد نمیتونه بد باشه، نمیتونه الگو نباشه. سعی باید بکنه الگو باشه، حتی چه در زندگی شخصیش چه در کارش. این تزکیه، این درستی از خود هنرمند شروع میشه و مسئولیت سخت. وقتی مطالعه میکنی، وقتی درد جامعت رو میبینی، وقتی میخوای مؤثر باشی، اون مسئولیت سختت شروع شده که حالا تو چگونه عمل میکنی که به تو اقتدا کنند. چه رفتار درستی از خودت بروز میدی؟ چه کاری؟ اولا زندگی شخصی تو نگاه میکنن ببینن تو در زندگی شخصی یک زندگی ممکنه در جامعه ما درصد این که تو طلاق تو همه جوامع باشه، تو همه صنفی باشه، ولی ما چون الگوییم، چون زیر ذره بینیم، سخت‌تر میشه مسئولیتمون. بنابراین یک هنرمند نمیتونه بدیها، اجهاب، زورگویی‌ها، مشکلات رو ببینه، چشمشو ببنده. مهری جان وایسو، همجوری خنده‌دارش مونده. به شوهر گفتم عزیزم تو بازنشسته شدی، بشین تو خونه ما بادت بزنیم، نمیخواد بیری سر کار. از وقتی نشسته همش گیر میکنه توی یه چیزی. اول انگشتری کرد تو دستش در نیومد، دستش به زور کرد تو گلدون در نیومد، سرش کرد تو لوله در نیومد. بابا تو آتیش هایی که میبارونه، ما باید همش آتیش نشانی خبر کنیم، یه عرب کنن یه تیکه از شهر خبر کنن. چی عزیز ها دوباره کجات گیر کجات گیر که دنیا یه جای گیر کرده و دارم درش بیار بایستا اومدم قربونه اومدم ببینم کجا گیر کردی دوباره یه جای سالها در مورد فرق بازیگری در سینما و تئاتر در موردش گفته شده. به نظر من الان شاید درگی در گذشته خیلی دور بود، من میگفتم خیلی خوب، بیان، صدا، مسائلی که میتونه روی صحنه اتفاقاتش درشت‌تر از قاب تلویزیون یا سینما بیفته، ولی در جوهر به نظر من هیچ فرقی با هم ندارن. بازیگری بازیگریه. تو باید وقتی بازیگر خوبی باشی، چه در قاب تلویزیون، در تلویزیون، در سینما، در تئاتر، همه خوب دیده میشی. اگر نقش تو خوب اجرا بکنی، چه در تئاتر، چه در تلویزیون، در سینما، باورپذیری رو به تماشاچیت بدی، هیچ فرقی نمیکنه. فقط در تکنیک و ابزار. در ابزار قاب تلویزیون یک به اصطلاح شکل اجرایی میطلبه. من بازیگر اگه قرار در حسای خودم برای روی صحنه که فاصله زیادی دارم فریادی بذارم، دست‌ها رو بزرگتر تکون بدم در اون حس ابعاد که بتونه شاید سالن بزرگی رو در بر بگیره، بعضی وقتا در سالن کوچک تئاتر ممکنه اصلا حتی یک صدای کوچک، حرکت کوچک عین قاب تلویزیون حتی مجبور بشی کوتاه‌تر باشه. به نظر من در تکنیک فاصله دوربین و در واقع ابزاری که در سینما وجود داره فرقش فقط همینه، در کلوزآپ و لانگ، که تو بشناسی فاصله بین دوربین و لنز رو بشناسی، که الان اگر لنز قاب تو خیلی بسته است دستات زیاد تکون ندی که از قاب بره بیرون، سیاد چشم ابرو تو به اصطلاح بالا پایین نبری، بیان تو زیاد بلند نگی، چون صدا همینجاست، تو رو در این فاز، در این قاب و در فاصله نزدیک تماشاچی داری میبینه. فقط فرقش در تکنیک و ابزاره، و اگر نه در جوهر تو باید بازیگر بازیگر خوبی باشه، چه در تلویزیون چه در تئاتر، هر همش یکیه، فرقی نمیکنه. خانم چند جور میتونین لبخند بزنین؟ لبخند شیطانی میتونین بزنین؟ آها تو رو خدا، نه اونجا اونجا، صاحب کو صاحب کو صاحب، اینجا اینجا اینجا، آماده لبخند شیطانی. لبخند جوکوند. لبخند جوکوند. هیچی نیست اصلا لبخند بس 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 لبخند علکی لبخند از روی حسادت از روی حسادت
هم این روزا داره تئاتر میزنه از خیلی چیزا، از سینما و تلویزیون ما داره میزنه و بسیار داره خوب عمل میکنه و خیلی هم جوونا توش دارن خوب رفتار میکنن. حتی تبلیغاتشون تبلیغات بسیار عجیب غریبی شده و چقدر نوآوری، چقدر تلفیقی از فیلم، تلفیقی هست از همه چیز، موسیقی، فیلم، نمایش. ما قبلا این همه به اصطلاح تلفیق رو سخت داشتیم، ولی من هنوز یک متن کاملا ایرانی ایرانی که فکر کنم دقیقا در ایران ما میگذره نداریم و ندیدم، کمتر دیدم، خیلی کمتر دیدم. مجبور میشیم متوسل بشیم حرفامون رو به متن‌های خارجی. اون نویسنده ایرانی دهنش دوخت است و قلمش میشکنن اگر بخواد واقعی واقعی بنویسه. پس پناه میبریم به بعضی از متون خارجی که حرفای دلمون رو، حرفای دلشون رو روی صحنه یا توی قاب تلویزیون یا سینما بزنن که در واقع بگن ما نبودیم، اونا بودن، این فیلمنامه یا این قصه اونا نوشته شد، ولی بیایم تعدیلش بدیم، همینجا بتونیم گاهی اجراش بکنیم. نمیشه ایستایی رو تبلیغ کرد و بگیم ما میخوایم وایسیم، هویت ملیمون رو حفظ کنیم و هیچ به اصطلاح تغییر و تحولی از جهان غرب یا شرق نگیریم. نمیشه. این خیلی مراوده به اصطلاح تنگا تنگیه. بدبستان هوشمندترین انسانهایی که در زمینه کارهای هنری که حالا میخوان داعیه اینا دارن که هویت ملیمون هم میخوایم حفظ بکنیم، کسانی باید باشن که چیزهای خوبی رو که از شرق و غرب و هرچی که میتونه، کارهایی که حالا شکل بخش ملی داره فرق نمیکنه و این تبلور زیبایی شناختی بیشتری بده، تعالی بیشتری توش باشه رو بگیرن و استفاده کنن و بروز بدن، این خودش کار شایسته و عاقلانه است. که در سینما وجود داره خطر سانسور شدیده، خطر بسته فکر کردنه، خطر این که ما روی همه چیز بخوایم یه خط قرمز بذاریم بگیم نزدیک نشیم. اینها خطری هستن که نمیتونه هیچ جور بالندگی به سینما و تئاتر ما بده. این که خط قرمزها رو بشناسیم ولی یکم اجازه بدن به اصحاب هنر اعتماد بکنن طی این نزدیک به 40 سال و بدونن کار رو بدن دست اونها، کاربلدان روزگار، اینها دیگه بلدن چجوری کار بکنن. اگر بشه کمی به زندگی مردم، به اون دردها، به اون مشکلات پرداخت، یک کمی هم حرفش رو زد، سبک بشن، در کنار اون تعالی بخشیدن به نگاه مردم حرف دلشون هم بزنیم، غمشون رو بگیم، قصهشون رو بگیم، مشکلات رو بگیم و اجازه بدن که انتقاد بشه، شاید مردم ما رو باور بکنن. و اینها هم اگر بتونن یواش یواش اجازه بدن کمی این سانسورها کمتر بشه، دیگه هیچ چیز تهدیدش نمیکنه. یعنی نگاه میکنن تلویزیون، خودشون میگن او این حرفای قشنگ میزنن، اگه قرار موسیقی باشه موسیقی، چرا اینقدر قبض و بست وجود داره که مجبورشن مثلا شب یلدای خودمون رو نگاه نکنن، بزنن به تلویزیون های دیگه که ببینن چه رنگ و آب و رقص و خوشحالی دارن. مثلا این شرایطی که الان وجود داره، متر و معیاری که الان هست، وقتی ما داریم تو خونمون یه شکلیم، تو جامعهمون یه شکلیم، تو تلویزیون یه شکلیم، این یک جور دروغه. برای همین میذارن به کانال های دیگه نگاه میکنن. اگه ما کمی تعدیل پیدا بکنه، نگاه میکنیم کارهای ماهواره‌ای هممون یه شکل دیگه هستیم، تو تلویزیون یه قرص صورتی، خب این تناقضی که وجود داره، این بی‌اعتمادی رو بین به اصطلاح دست اندر کار تلویزیون و مردم به وجود میاره. امکان نداره
این سانسورهای شدید ما رو از اصل زندگی و اصل زیستن دور میکنه. اگر یک کسی به عنوان یک مسئول در یک نقطه اشتباه داره، چه عیبی داره که به وسیله یک نمایش، یک موسیقی، یک حرکت اشتباهاتش گوش زد بشه؟ چطور خودمون میگیم امر به معروف نهی از منکر؟ اگر این اجازه رو داده بشه، مردم شاید اصلا تصحیح بشه، این بره یکی دیگه بیاد که کارو بلده، این بره این که نمیخواد در واقع احتکار بکنه، ظلم بکنه، زور بگه، این بره یکی دیگه بیاد، اشکالش چیه؟ اشتباهاتش برطرفش، یکی دیگه سازندگی رو به وجود بیاره. یه چیز از بگم باورت نمیشه، از این ور شهر میرفتم اون ور شهر، وقتی میخواستم برگردم چند درخواست میذاشت تو دستم، یواشی که به من چشمک میزد، فردا زنم خونه نیست بیا، صد برابرم میخواستم به میداد. تو و اون پدر گور به گور شده که خماریش برای ما بود، نشکیش واسه اون. بعد میبینی تو فکر کن من چند سالم بود، دست منو گذاشت تو دست اون پوپیوس که الان معلومه خر خماریش کجاست، افتاده تو کجای زندون داره خوشیشو میکنه. کی کاش من اون تو بودم و اون ول. اگر جوانی میخواد بیاد توی این رشته و رشته هنر رو انتخاب کنه، فرق نمیکنه کارگردانی، بازیگری، موسیقی یا هر چی، هر کدوم از اینا رو که میخواد انتخاب بکنه، اولا مطالعه رکن اصلی این شغله، چون باید خودش رو مسلح بکنه به سلاح دانش این کار. این فقط به نظر من کار بازیگری سینماست، تلویزیون، کارگردانی یا ایناشه، حالا نویسندگیش هم نه، که هر کسی ممکنه واردش بشه بدون اینکه از قبل رفته باشه تحصیلاتشو به اصطلاح دنبال کرده باشه. من میگم خودتو میتونی خودتو مسلح به دانش این کار بکنی، مطالعه در هر زمینه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانشناسی و در واقع ادبیات، چون اینها مجموعه ای هستن که تو رو میسازن که بتونی قوی عمل بکنی، و اینکه در واقع سعی بکنی در نهایت یک انسان درست و شریف باشی. پس اینا یه آدمی باشی همه کاری بلد باشی. مثلا شما فکر کنی یه دکمه رو برمی‌داره میزنه، طرف با تمام دانشه که از بمب داره میزنه و بمب هیروشیما رو میندازه رو مردم، بمبو میندازه رو مردم. پس قرار نیست، این یه شکل انسانی برخورد نکرده. منهای مطالعه اون وقت باید انسان شریفی هم باشه، که اون وقت وقتی انسان بخواد باشه، زیر مجموعهش خیلی چیزا همونجور که براتون گفتم میاد، که باید اچاف نکنه، زور نگه، نمیدونم مال مردمو نخوره، دروغگو نباشه، تازه به تن خودش هم آسیب نرسونه. یک هنرمند با جسم خودش هم خوب حفظ بکنه. اگر شب بیداری ها مثلا اعتیاد به هر چیزی بخواد چیز باشه، این جسم نمیتونه الگو باشه برای یک جامعه، خودش هم نمیکشه. بنابراین این که باید به جسم خودش هم خیانت نکنه، به جامعهش هم مسئولانه برخورد بکنه، خیانت نکنه، چند قدم از مردمش جلوتر حرکت بکنه، موجه باشه در دید مردم. اینجوری نباشه که بگه حالا من چیکار دارم به مردم، کار خودم میکنم. نه، تو باید یه بازیگری باشی، یه آدمی باشی، یه هنرمندی باشی که محبوب قلب ها بشی. درسی رو که تو زندگی یاد گرفتم که هنوزم دارم مشقش رو میکنم، قضاوت. من خیلی عجول بودم، زود قضاوت میکردم. یه کتاب که میخوندم فکر کنم یه تیراژ در اومده، اونم من خوندم، باید پاشم تو جمع که شد دیگه داعیه سخن بدم و بیام بگم اینو و اونو اون. باید بگیر عزیزم، اینو کتابه رو خیلی دیگه هم خوندن، تو تازه الان اول راهی. و فکر میکردم گوش بده، حرف نزن، ساکت باش، ببین اون چی میگه. همچنان که تو ممکنه یه چیز خونده باشی یکی ندونه، یا تو نخونده باشی اون بدونه. از کجا میدونی؟ دهن تو ببند. و خب تو دهنی ها خوردم، یکی غلط همون گرفته. مثل من میخواستم روز باشکو رو بازی بکنم، از تهران با آقای نصیریان را افتادیم رفتیم سمنان. آقای کیانوش عیاری کار رو میخواستن کارگردانی بکنم، منم میخواستم بازی بکنم. تو راه که اومدیم، ایشون اومدن از مهمون سرا و گفتن خب خانم خیراندیش خسته نباشید. با آقای نصیریان هم گفتن و اینا، گفتم آره، من در معیشت جناب آقای نصیریان، معیشت از معاش میاد و من نمیدونستم معیت. یو آقای یارو شروع گفت البته معیت، غلط ما رو گرفت، زد تو دهن ما دیگه. گفتم گوهر خیراندیش برو، برو اگه بلد نیستی، نخوندی، ادبیات هم برو بخون. من فقط حرف نمیزنم، عمل میکنم. با من بیا. گفتم که باهاش کار دارم.
فعلا وظیفه این پیدا کردن ده 15 تا سوارکاره. تو چرا متوجه کارات نیستی؟ فقط تا غروب وقت داری برای این اسبا سوارکار پیدا بکنی، فهمیدی؟ تو خیال میکنی اینجا هم خونه است که هر کاری دلت بخواد بکنی؟ قربان خیاط باشی اومده میخواد اندازهاتونو بگیره. بگو بیا تو. خوب شد اومدی، میخواستم بفرستم دنبالت. سلام عرض کردم. سلام قربان. تا فردا زور ده 15 دست از این لباسای مغولی میخوام. خیلی خوب، معطر چی هستی؟ اندازه هاشو بگیر. بگیر دیگه. چش. کجا دستم در میری شیپی؟ بابا من بیا بالا. بیا بالا. این چه کسافت کاری گره انداختی؟ کسافتی زدی. خدای من. چقدر قشنگم. فهمیدم. برای روز استقبال. من از اینا میخوام. اینا رو از کجا آوردین؟ عشق بدون شرط. یه روزی آقای قطب‌الدین صادقی استاد ما بودن در دانشکده. از فرانسه تشریف آورده بودن، گفتن که مهمترین کلمه ای که میتونه در یک ارتباط دو تا انسان وجود داشته باشه چیه؟ اینقدر گفتن گفتن، بعد رسید به ایثار. گفت ایثار یعنی عشقی که تو طرف رو دوست داشته باشی، هیچ توقعی نداشته باشی و فقط خودشو بخوای برای خودش. این یه جور ایثاره. حالا آدم میتونه ایثار برای وطنش بکنه بدونی که اون وطن بخواد حتما یه چیزی بهش بده و میره شهید میشه، برای ایدئولوژیش بکنه، برای عشق زمینیش هم همین. بدون شرط و بدون اینکه چیزی بخواد عشق می‌ورزه، چون عاشق یک آدمی شده، دنبال این نیست که با اون عشق یه چیزی رو طلب بکنه، یه چیزی رو به دست بیاره. یه روزی من یه فیلم دیدم داره میگه که شما یک شغلی دارین که اصلا شب داشت میگفت شما استخدام میشید برای اینکه پول نگیرید. گفت خب. گفت که بعد سرویس بدید اصلا پولی نگیر، بعد نخوابید. پس من چیکار باید بکنم؟ آیا شما این شغل رو، ما میخواییم یه شغل به شما بدیم که نه بخوابید، نه پول داریم توش به شما بدیم، نه به جایی میرسید، یعنی به جایگاهی میرسید، این شغل رو نه مرخصی داره، نه تعطیلی داره، نه خواب داره. طرف بلند شد گفت شما دیوونه ای؟ من همچی شغل رو نمیخوام. بعد نشون میداد که یه مادر این کارو میکنه. یعنی عشق بدون هیچ مرز و توقعی. ماما! ماما! عزیزم! پسرم!